سلام دوستان عزیزم، امروز تصمیم دارم نان مغزدار گردویی آماده کنم. این نون بسیار خوشمزه هستش و برای صبحانه و عصرانه بسیار مناسب است. امیدوارم که دوست داشته باشین و تا آخر ویدیو همراه من باشید. مقداری ماست داریم، با بیکینگ پودر مخلوط میکنیم و به مدت 5 دقیقه کنار میذاریم. یک عدد تخم مرغ رو درون ظرف می‌ریزیم، با همزن دستی مقداری می‌زنیم، شکر رو اضافه کرده مخلوط می‌کنیم، روغن مایه رو اضافه کرده مخلوط می‌کنیم، وانیل رو اضافه می‌کنیم، زعفران دم کرده رو اضافه کرده، سپس ماست و بیکینگ پودر رو که کنار گذاشته بودیم اضافه می‌کنیم و خوب مخلوط می‌کنیم. بعد از اون آرد رو اضافه می کنیم و به وسیله دستمون خوب مخلوط می کنیم و ورز می دیم. خمیر نباید به دست بچسبه، اگر می چسبید مقدار کمی آرد اضافه کنید و باز هم ورز بدیم. وقتی که به این حالت در اومد خمیر ما آماده هستش. به مدت 20 دقیقه کنار می ذاریم تا خمیر استراحت کنه. تو این فاصله مواد وسط نون رو آماده می کنیم. مقداری گردوی خرد شده رو با پودر قند مخلوط می کنیم. پودر هل رو اضافه کرده. گلاب رو اضافه می کنیم. و همه مواد رو خوب با هم مخلوط می کنیم. حالا خمیر رو بر می داریم. به تکه های مساوی تقسیم می کنیم. با دستمون هر تکه رو گلوله می کنیم، کنار می ذاریم. سپس سطح کار رو آرد پاشی می کنیم و خمیر رو به وسیله دستمون پهن می کنیم. خیلی نازک یا خیلی کلفت نباشه. سپس گردوها رو وسط خمیر قرار می دیم، با دستمون می بندیم و باز هم به وسیله انگشتان دستمون خمیر رو پهن می کنیم تا کاملا به هم بچسبه. دوباره یک تکه دیگه خمیر رو برمی‌داریم و این کار رو برای نون بعدی انجام میدیم. همه نون‌ها رو به این شکل آماده می‌کنیم. وقتی که همه رو آماده کردیم روی کاغذ روغنی قرار میدیم. روی نونها رو با هر وسیله ای که دوست داشتید میتونین تزیین کنید. سپس یک عدد تخم مرغ رو با زعفران دم کرده مخلوط میکنیم و با یک براش روی نونها میمالیم. مقداری کنجد میپاشیم. فر رو از قبل روشن میکنیم تا گرم بشه. به مدت 20 تا 25 دقیقه نونها رو داخل فر قرار میدیم تا پخته بشه. وقتی که به این رنگ و شکل در اومد آماده هستش. امیدوارم که لذت برده باشید. این نونهای خوشمزه رو بپزید و نوش جان کنید. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید.